سلام خداوند یکتا با عرض سلام خدمت شما بیننده های عزیز افغان نیوز با برنامه گفتگو خوش آمدید. رئیس جمهور کشور معمولا حافظ منافع ملی و قانون شمرده می شود و یکی از وظایفش تامین امنیت و مسئولیت فردی هموطنان ما می باشد. اما در کشور ما شرایط قسم ایجاد گردیده که تقریبا هر روز هموطنان ما به شیوه ها و اشکال مختلف از بین می روند که می توان از حادثه تیرینکود یادآوری کرد که رئیس جمهور ما تنها به محکوم کردن این حادثه خونین اکتفا نمود که محکوم کردن برای رئیس جمهور ما یک امر معمولی می باشد. این موضوع را من مصطفی فیضی‌ام را با مهمانان گرامی خود هر یک جنرال هایگل سلیمان خیل آگاهی امور نظامی و استاد عبدالغفار گردیزی آگاهی امور نظامی و بس میگیره. مهمانان گرامی سلام بر شما و برنامه ما خوش آمدید. سلیمان خیل صاحب میخوایم با شما آغاز کنیم. بر بنیاد قوانین نافذه کشور مسئولیت رئیس جمهور جهت تامین امنیت هموطنان ما چی میباشد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. استاسو در تلویزیون کارکونکو او لیدونکو تا خپل سلامونه وړاندې کوم. واقعا رئیس جمهور ټولو ناخوالو د ټولو کړنو په افغانستان کې رئیس جمهور مسؤلیت عام تم لري، ولی رئیس جمهور هم د ټولو کړنو دپاره که اقتصادي دي که امنیتي دي او که اجتماعي دي که سیاسي دي که تربیوي دي د هغو دپاره تشکیلات لري. هغه منظم تشکیلات دي چې هغه هر څوک په خپل بخش کې خپل وظایف او خپل خلکو ته سوکالي ارامي او سهولت راولي. ولې په دې لسو کالو کې چې موږ وینو په تشکیلاتو د دولت کې دومره ناخوالې موجودې دي، دومره کمبوتات موجود دي چې په دې نوه کې امنیتي تدابیر وجود نه لري، امنیتي مسلکي خلک موجود نه دي او په کار نه دي ګمارل شوي، کار اهل کار ته نه ده سپارل شوی، سالمه اداره نه ده جوړه شوې، فساد اداري خپل اوج ته رسېدلی ده او حاصل قیاس او د دښمن هم خپل جنگ ته تاکتیک ته تغییر ورکړی ده. هغه مخامخ جنګونه سر په نظر کړی ده، اوس دوی چریکي جنګونه کوي، ګوریلایي جنګونه کوي چې په محاربه کې تر ګوریلایي چریکي جنګو بل سخت جنګ نشته. ولې د دې جنګو په مقابل کې افغانستان تدابیر نه لري، پلان امنیتي نه لري، کشف ضعیف ده او انحلال د باندو یا د تروریزم انحلال د پاره کوم مؤثر تشکیلات وجود نه لري او مکافات او مکافات شته مجازات وجود نه لري. دولت افغانستان چون این ویژگی های را نمیخواد برای نیروهای امنیتی افغانستان ایجاد کند که بالاخره مردم افغانستان دیگر شاید چون این بی‌ثباتی و شاید قتل و کشتار هموطنان خود نباشند. با په آن زه فکر کوم موجوده رهبری دی دولت افغانستان او موجوده په دې نامنه کې خپل ګټې موجودی دي. آیا شخص رئیس جمهور هم در امی بی امنیتی منافع خود میبینه؟ شخص رئیس جمهور یو نفر ده، شخص رئیس جمهور در رأس تمام قوه ها و بالاخره در رأس تمام کشور میباشه. رئیس جمهور خپل ګټې کدی وجود و نه لري، ولی د نورو جلوګیری نه کوي، بله، ولی د نورو کنټرول نه کوي، ولی کار اهل کار ته نه سپاري، ولی خپل تشکیلات نه منظم کوي، ولی پوښتنه نه ځینې کیږي، ولی مجازات نه ورکول کیږي، ولی پوښتنه تر نه کیږي. نو رئیس جمهور خو یو قاطع جمهور باید وي، یو قاطع باید ډېر وفادار کارکون اهل کار زحمت کش خلک باید دو ګمارلي وي، لیکن ناخوالې په اداره او په تشکیلاتو کې ډېرې ناخوالې موجودې دي. استاد چی فکر میکنید رئیس جمهور افغانستان در 10 سال که گذشت تا چه اندازه توانست مسئولیت هایی که قوانین نافذه کشور برای رئیس جمهور سپرده بود عملی سازد؟ با عرض سلام محترم به شما و بینندگان تلویزیون محترم شما، در رابطه باید گفت که آقای کرزی یک شخص بسیار محافظه کار هستند، خلاصه که پاک پسکنده میتونم بگه به خاطر از اینکه او از لحاظ او همیشه در مقابل مسائل آن قسم برخورد میکنه که نه با نه نه لحاظ عاطفی اصلا برخورد میکنه که یه اصلا عاطفی در ساق اداره یا فرد در کنترل یک مملکت یا فرد در پیشرفت یک مملکت در ترقی مملکت مثلا در مسائل که ضرر که مملکت وارد میشه یا اصلا قابل قبول نیست.
رئیس جمهور به اصطلاح کلان خانه گفته میشه، کلان مملکت گفته میشه، تمام مردم کس تمام از خود بزرگ با او چشم امید داره که بالاخره رئیس جمهور سلطه خود از طریق قانون تطبیق میکنه برای جامعه ملت خود. متاسفانه که آقای کرزی خودش قانون زیر پای میکنه باز ما وارد خودش همین مسائل مقابل مسائل یک قسم برخورد میکنه که مثلا در هر موضوع که وقتی میشه میگه که والا این ما محکوم میکنیم، والا ما این تو میکنیم. اون وظیفه تو محکوم کردن نیست، وظیفه تو پرسان کردن است، وظیفه تو بازخواست کردن است، وظیفه تو اجراءات عملی است. چرا رئیس جمهور افغانستان وظایف خود انجام نمیده؟ فقط اینجا دو گپ مطرح میشه. یک گپ است که رئیس جمهور یقینا که ما ملت رو انتخاب کردیم، برای شورای دادیم که تو رئیس جمهور ما یک رئیس جمهور انتخابی است. ولی اومدم راجع به این موضوع که خود رئیس جمهور در امورات خود استقلالت نداره. یک مسئله دیگه است، به خاطر اینکه چون آمریکایا و آمریکایا هستن و بلاک ناتو هستن در مسائل کوچک هم استقلالی هستن. من میگم شاید همی بوتل هم که میخوره شاید همی تو سلط نداشته باشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگری سلط میداشت حالی ببینه در تاریخ خود پند بگیره و در از دیگه مملکت ها پند بگیره، دیگر از جمهور ها پند بگیره. چون یه میگم وقتی که یک قماندان عادی یک قماندان دلگه بروی که جای مقرر میشه که مسئولیت چند فرد در نفر نون نفرش نفر داره و این چطور یک جمهور چطور مسئولیت یک مملکت نداره؟ این چطور یک جمهور است که فرد در مملکتش قتل و قتال خون پیدا میشه، مثلا در مقابل یک بم در مقابل یک انتحاری 40 نفر 50 نفر کشته میشه و این جمهور قرارش ساکت میشه؟ میگه این تو به این معنی میده که بلند پسش، یعنی معنی که من محکوم میکنم معنی در پسش، در حالی که او اجراءات کار داره، در حالی که مثلا او برسان کار داره، در حالی که بازخواست کار داره، محکومین از مجرمین از باید بگیره محاکمه باید بکنه. تا این حال را که امی ارگان های دولتی ما کمی مجرمین یا امی مثلا به اصطلاح کسانی که مثلا به ضد منافع ملی عمل میکنن انسان ها را میکشن به قند قطار میرسانه گرفتار کردن، لیکن کلشان در بعد خدا قرار چرچه ملی خود میکنه نشدن. یک زیر محاکمه نکردن، یک زیر جزای علنی ندارن که منم برام تسلاش که واقعا این یعنی رئیس جمهور یا قانون ما یا مثلا اداره دولتی ما پرسانگر خون ما مردم است، پرسانگر تبعی اولاد ما است، پرسانگر تبعی پدر ما است، پرسانگر تبعی اولاد مادر ما است. به حساب در حالی که اینا این مردم هیچ کار نمیکنن، فقط میگیرن دستگیری میکنن، میگه باز پرسان پرسان میشه، پرسان دیگه رابطه با تحقیق میکنیم پرسان مال میشه. در حالی که نتیجه هیچ حادثه تا حالا معلوم نشده. تشکر جناب صاحب. چی فکر میکنید چرا رئیس جمهور افغانستان در 10 سال که گذشت با این همه قتل و قتال و خونریزی که از طرف نیروهای مخالف مسلح دولت افغانستان صورت گرفت تنها و تنها به محکوم کردن اکتفا نمود؟ دی استاد خبر پتایید رئیس جمهور مطلق دی صلاحیت نه مبارده، صلاحیت دی کارو نه لري. خپل رئیس جمهور یو دی صله رحمی نه کار خلی او د چانه پوښتنه نه کوي او دی خپله هم صلاحیت دی کارونه نه لري. ټول کارونه دي د خارجیانو په لاس کې دي، که سوق ده، که اداره ده، که عملیات دي، که چې ولې دغه عملیات چې کېږي، دغه کړنې چې کېږي، دا باید رئیس جمهور د ملاحظه شي. اما رئیس جمهور تو خبره ای هم نه، ولی اکثر اوقات حملات انتحاری که از طرف مخالفین مسلح دولت افغانستان صورت میگیرد باز هم رئیس جمهور افغانستان با یک محکوم کردن اکتفا میکند و هیچگاه گفته میشود که دست به اقدام جدی به خاطر مهار کردن همچو عملات نزده. رئیس جمهور د ما په نظر په ادارې په امورو کې په امنیتي ارګانو کې هیڅ شی په لاس کې نه لري چې دی هغه وکړي. امنیتي ارګانونه ټول فلج پراته دي او تکمیل کړي نه دي او تربیه کړي نه دي او دی په چا ته امر وکړي چې د دې جلوګیري وکړي او امنیتي وظایف بالکل شړېدلي دي او رئیس جمهور هم صلاحیت نه لري په دې کارو کې او همدا تاثیرات دي چې ورځ په ورځ غیر په غندلو یو مسله تېروي او ورځ په ورځ وقتات دې ترور دا زیاتېږي. در صورتی که رئیس جمهور یک کشور صلاحیت نداشته باشد آیا نیاز بر موجودیت همچون رئیس جمهور است؟ زما په نظر که زر جمهور وم چې صلاحیت هم نه لرم، شرافتمندانه به وظیفه پرېږدم، استعفا به وکم، ورته پرېږدم چې هر څوک چې دا کولی شي هغه ته دې ورکړي. ولې چرا رئیس جمهور افغانستان چنین کار را نمی کند؟ با در نظر داشتین که هیچ صلاحیت ندارد باز هم چرا رئیس جمهور افغانستان چنین کار را نمی کند؟ نو رئیس جمهور با زمان چه دی استفا صلاحیت با من نلری، استفا تا با این چوک نپرگدی چه استفا وکی، استفا صلاحیت با من نلری، استفا اجازه با من لری، استفا اجازه با دی جوان دی تبه خطرهی پا دی خاطر بده استفا. پس آیا رئیس جمهور افغانستان برخواست از بدن جامعه نیست؟ برخواست از بدن جامعه نیست که یعنی زمانی که مسئولیتش خلاص شود دیگر در جامعه جا نداره؟
زه فکر کوم چې نور په جامعه کې به هیڅ وجود دی ونه لري په جامعه کې دا به د افغانستان د جامعې نه دا به چا روی چه دلایله روی چه دلایله نو هغه ابتدا کې چې دا راوستل شوی ده او دا تعین شوی ده او څه تعهدات به موجود وي څه پریکړې به موجودې وي څه تعهدات به ځینې اخیستل شوي وي په دې خاطر او هغه به دا ځان دپاره د خپلو اهدافو دپاره ناتو و امریکا و هغه د خپلو اهدافو ته د رسېدو دپاره د بهترین شخص په افغانستان کې بل وجود ونه لري دوی په آن په همدې خاطر به د ساملی ده تشکر استاد چه فکر میکنید در 10 سال که گذشت محکوم کردن رئیس جمهور افغانستان با همچه عملات را چه تاثیرات مثبت و منفی بالای جامعه مردم افغانستان جامعه و مردم افغانستان گذاشته ببینید من فقط یک کلمه را میخوام که اضافه کنم پیش از اینکه من به سوال شما جواب بدم بر رئیس جمهور این میراث از 30 سال بعد 30 سال گذشته مانده بسم در 30 سال که در افغانستان می جنگ بوده و بالاخره مخصوصا که زمان که مجاهد صاحبات افغانستان تجربه آوردن همین به بسپاسی همین به پرسانی همین چور و چپاو و همین مسائل از او درک تا اینجا مانده بس اگر از اون از او حالت میگم مدنیت نسل به نسل می اگر از اون نسل از این مجاهد صاحبا با این آدم که چطور خودش هم مجاهد بود به حساب اون حضرت صاحب بوده و بالاخره اون میین وزارت خارجان بود وزیر قبیله پا بلد طالبا تا تابیل ملی نظر این میراث بادی بود از بین باد می برد همین به باز خاصی رو بود از بین باد می برد اینا الان میمونه مسئله ذکر که رئیس جمهور تاثیراتش بالای مردم جامعه برای جامعه ما بسیار زیاد است یعنی در واقعیت امر قاتل مردم افغانستان قاتل خون مردم افغانستان قاتل یتیم و یسیر و طفل و زن و مرد افغانستان رئیس جمهور است پس خاطر مردم افغانستان در قبال رئیس جمهور چه است؟ بخاطر در... چی دست که من میرم میخواستم بگم که جامعه مدنی ما شما بالکل کاملا در این رابطه مسئولیت داره مثلا حقوق بشر ما اداره ما کاملا در رابطه مسئولیت داره ملت ما در این رابطه کاملا مسئولیت داره بخاطر که هیچ کدام از خود بالا اعضابه که تقریبا نیفهم تعدادش 110 و 105 جزات کم میرسه به حساب این خود از هر لحاظ مسئولیت عامتان داره بخاطر که اساسنامه و برنامه خود بخاطر می باید بخاطر افغانستان ساخته حالا یا متاسفانه یک صدای خود بالا نمیکنه که برای خودم این معنی که کشته میشه یه بندی کیست یه گوسپندای کدام مملکت است که میای کشته میشه به حساب یک کس که پرسونال شده میگه هر قصه بده کردن چاپ پر میمونه روی چه اهداف همین نهادهایی که شما اعلام کردین صدای خود به خاطر منافع ملی و بالاخره به خاطر ادامه کشتار مردم افغانستان بلند نمیکنه ببینید ما تو فکر میکنیم که یا مایستن وای گفته بک چرا گپ نمیزنی گفت که دانم پر واسط من فکر میکنم که یا کلج دستور اینجا کار میکنه نام از جامعه مدنی برده میشه نام از فرق میکنم از حقوق بشر برده میشه تو که برادر برجا خارجی را کسایی که برجا فن میتا کسایی که یار یار گوشت و گوسپند میتا کسایی که یار خرما و پلو میتا کسایی که مطالعه خوبش برجا میتا میگه فقط شما چند نفر پشت بشتان کش کنین اینی پیسه اینی پول اینی گام گپاتر متاسفانه تا نکشین هر زمانی که ما بتون گفت که سایت بلند کو بلند کو در حالی که برای خدا یاله که دموکراسی است که سایه خود بلند نمیکنه حالی که مثلا آزادی است سایه خود بلند نمیکنه یکی باز طالب صاحب اینجا باز بیاد زیر سر جا قی 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 رزو چی بالا از قیزو امو چپلک صدا شو باز گفتیم صدا خود بلند کرده میتنه ببینید که ما مقصر هستیم نه مقصر همین مردم کتاب لاف از روشن فکری میزنه لاف از وطن پرستی میزنه لاف از اساس نامه و برنامه میزنه مثلا که خیلی چی مسئولیت مکلف دید وقت زمان داره اون که در وقت زمان دموکراسی که نیم نیم کلا دموکراسی اومده میگه صدا تو بلند کو مثلا بی بگو بگو اون که صدا خود نمیکشه باز چی صدا خود نمیکشه ببین این همین مسئله است که ما همه ما مقصر هستیم مخصوصا طبقه روشن فکر ما مخصوصا طبقه جامعه مدنی ما که داواز لاف و گزاف جامعه مدنی و پیشرفت ترقی با مزنه مخصوصا حقوق بشر ما یار ما حقوق بشر نیدم که یک انتحاری رو محکوم کردمش که ما بزرز از این مسئله محکوم میکنم خون بیگناه از این رقم این رقم این رقم استاد چی فکر میکنید؟ این مشکلات تا چه زمان ادامه خواهد من تو فکر میکنم من تو فکر نه جامعه جانی صدای خدا بکشن نه مردم و نه حقوق بشر حقوق جامعه مدنی خود صدای خدا چی ببخشین حقوق بشر بین ملی صدا خود بلند نمیکنه به خاطر از اینکه حقوق بشر که در افغانستان این در افغانستان که فقط یا کل ادارات هستن که فندش مثلا تربیش هم دستورش از طرف بیگانه هاست هر زمانی که ما یک چهره افغانی رو پیدا کردیم یه دفعه گفتیم که ما اولاد کی هستیم ما در این خاک به خاطر چی هستیم آیا ما غلام هستیم در این خاک آیا ما از این خاک واقعا در خاک هستیم یا است که ما بیگانه هستیم دو گپ پس مصطفی جان یا است که ما به این خاک بیگانه هستیم یا است که خاک به ما بیگانه است در حالی که یک افغان واقعی یک افغان که واقعی هم درش به وطن به ایمان بسوزه او هیچ وقتی کار نمیکنه حتما یک صدای خود بلند میکنه چی فکر میکنه استاد کدام یک است آیا ما برای وطن بیگانه هستیم برای چه خاک بیگانه هستیم یا خاک برای ما تو فکر میکنه که ما به خاک بیگانه هستیم
به خاطر بدن خاک همو خاک هست. صدها رژیم در اینجا بیا، صدها سیستم سیاسی در اینجا بیا، مثلا ای بی ای او بیا، این خاک ضابط هست. این خاک هست که ندارن آب و هوا، موز کوه، موز زمین، موز دشت، صحرا، موز. فقط صرف است که ما وجدانم تغییر کردیم. ما هستیم که صدای خود را نمیکشیم. ما هستیم که ما هستیم که نان بیگانه را خوردیم، سیم میگه سال خاله یا برده یا پیغورده پشتو یک باد. نان بیگانه را کسی بخوره ولا قصد سر خود بلند کرده بتانه. یعنی فقط چشم در جیب بیگانه ماند، یعنی فقط پیسه بیگانه در جیب تو آمد. او اخبار میگه من ملت چی کنم؟ یک پنج نفر گیر من بیا، یک پنج چاو کیسه میره کار میگم، یک پنج پنج موتور سمیر سوار میشه در چکر خود میذاره گفته گونه کی و بعد خارج مرو خود میره، یک پنج مین وزیر هستم بعد میگه چی میخوایم؟ خوشاب هستم نیست میره پیش خدای خود. این وطن بی چی میگه؟ یک شعار بسیار مزخرف دی وطن جیران داره که متاسفانه متاسفانه اکثر روشن فکرای ما میگه میذاره میگه برید خاک آباد نمیشه. خیر خاک کی آباد کنه که ما تو آباد نکنیم؟ تشکر استاد. جناب استاد در صورتی که رئیس جمهور و دیگر مقامات بلندپایه دولتی افغانستان مسئولیت‌های خود را در 10 سال که گذشت انجام ندادند، پس توقع شما از مردم و جامعه افغانی چی است که در مقابل امی اشخاص یا شخص رئیس جمهور و بالاخره دیگر مقام‌های بلندپایه دولتی چی باید بکنند؟ زمان نظر داده پده که خلق تو ثابت شده چی در دولت او در تشکلات دولتی در دوی پا گتر ندی، در دوی دی پارا کندگی داد خلقو ناغری ده. خلق باید پدید پوشی، خلق باید راپورت شی، خلق باید منسجم شی، خلق متحد شی. جنرال صاحب چه زمان مردم خواهد فهمید؟ خلق پودی، خلق شورا دست بغداد نمیزنن. خلق پودی نو دو بردا چی یو انسجام غواری، یو کار غواری او آخر خلق با ما په نظر داده چې ډېر وسم خلق له امیدوار دي چې د تشکیلاتو کې به تغیرات راشي، دولت به جوړ شي، اداره به جوړ شي، فساد به کم شي، او کچیرته د دینم خلق مایوس شي، خلق مایوس شي، خلق با نور حوصله به خلقو تنګوي او خلق به خپل حقوق، خپل حق، خپل دولت اداره به جوړي. آیا امکان داره در 10 ساله کې نتان در افغانستان اداره جوړ نشود بعد از این جوړ شود؟ هر وقت پدې تشکیلاتو پدې اداره د افغانستان اداره ناممکنه ده چې جوړ شي. بله پدې تشکیلاتو چې دا موجوده ده پدې تر څو پدې کې عمیق تغیرات را نشي، جذري تغیرات را نشي، اداره سالمه اداره منځ را نشي، د وطن آرامي او د وطن سوکالي پدې اداره ناممکنه ده. پس از دیدگاه شما چطور امکان دارد که منافع ملی بالاتر شمرده شود و دیگر امنیت جانی و فردی مردم افغانستان تامین شود؟ پس آغا وطن پرست خلق، آغا وطن پرست علما، وطن پرست تعلیمی افتار روشن فکران، وطن پرست خلق، افغانستان دیر ظرفیتون لری، دیر تعلیم دار، اما حاشی تا آچه وجید. پس چون دولت افغانستان از این ظرفیت هایی که به گفته شما در افغانستان زیاد است و در حاشیه رانده شده استفاده نمی کنه؟ افغانستان اداره پا خارجی مملکتو تقسیم ده. چاچه په پاکستان ډوډۍ خوړلې ده، چاچه په پاکستان کې تربیه شوې، څوک چې پاکستان کې هغه د پاکستان منافع مخته وړي، څوک چې په ایران کې دی ایران، څوک چې په روسیه کې دی روسیه، څوک چې امریکا کې امریکا، څوک چې په فرانسه کې. افغانستان اداره، افغانستان مفادات، د افغانستان کنټرول ټول د په خارجي تحت تشکیلات په خارجي ممالکو تقسیم شوې دي. خارجي ممالک هغه دیکته کوي یغه په خوخه مقرریږي، یغه په خوخه لری کیږي، چې هغه خوخه نه وي څوک لری کولای شي. چطور امکان دارد که این مشکلات موجود از بین برود؟ دا یو بنیادی یو د خلکو په وجود کې، دا د خلکو په وجود کې دا بنیادی ادارې ته تغییر ورکول، خلک یې ورکولای شي. تشکر. استاد اکنون که هم میبینیم همین پروسه ادامه دارد و مردم کشته میشود و رئیس جمهور افغانستان محکوم میکند، پس مردم افغانستان باید این وقت چی کنند؟ ببینید اینجا دوگه پستن متاسفانه مردم افغانستان در چوکات همی احزاب و تنظیم ها اسیر گرفته شده. بله. خوب دقت کنید. این مردم فقط به می فریب بده که بیاید شما این وطن پرست هستیم، بیادر وطن در این رقم هستی، وطن در فساد غرق هستی، وطن هی رقم هی رقم هی رقم مطمئن این مشکلات هستیم. یک دو نفر این مردم ها رو جذب فکر میکنه که برای نمی آدم که رهبر حزب هستی دیگه به ساده ترین یک آدم هستی که پیش از می آدم میره. اونم هر زمانی که مو برای چیزی برش گفت که این تو کار میکنه اونم میکنه که نکنه قراش تر. ببینم من مثالش برات میارم. همیشه ما میگیم که فساد 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 دولت دولت میگه دولت میگه که فساد هست. این فساد کی جا میکنه؟ این موچی جا میکنه، رشوت موچی میخوره، رشوت نانبای میخوره، رشوت فرد میکنه یک آدم جوالی میخوره، مزرکار سر چاق میخوره، کی میخوره؟ رشوت امی اعضای حزب میخورم 110 حزب که در افغانستان هست امی میخورم.
به خاطر چی خیاگر نیستن یا چیز رشوت اداره است نه رشوت در نانبایی نیست رشوت سر چاک نیست که مزورایی رو بخوره رشوت اداره است همه اداره رو که وقتی ببینی اون نفر که پیچکش کنه پنج تا کارت از تنظیم از گونش میبره مثلا که مثلا فلانی به فلانی تنظیم فلانی یه مثلا افتخار هم سر کار میکنه ولی شش سر خیانت آدم افتخار میکنه خیلی نه میخوره کی میخوره من میخورم تو میخوری یا مو نفر میخوره وقتی که میخوره خونه مو همی افغان است هم روشن فکر است باز چی میگه میگه جیبت پر کو وقتی زیگا پانی گمش کرد مخت وقتی زیم چور چورش جیبت پر یکم بپاشین گپ بگم دوم چی میگه اون در ما خونه نمیخورم والا خونم بالا میخورم مرا مجبور میکنه خیلی چیز مهم تو دیدی تو یک چیز خدا بخورم والا کارا کت خونه نمیشه یک ببین شرم آورترین گپ است که بسیار به گردن خم به چشم خم گپی میزنه ولی ببینم باز روشن فکر است خیلی تو چی مکلفه داری برادر اینو نه وقتی که ما خود اسلام شخص خود اسلام نکنم شما خود اصلا نکنید همین وجدان همین زمین افغانی رو پیدا نکنیم و هم آور به خدا کنید که تا که ما همین نفسای مردار ما باشه که صد میلیون سال دیگه ما در همین وطن خوار شده میره همون تو بیگانه ها با سر ما پالا نمیمونه هر طرف که ما رو چوب کنم سر ما روان میکنه در غیر روزی است که افغان میشیم یا مطلق ابلیس میشیم خلاص باگو پس استاد چی فکر میکنید در شرایط کنونی عامل بدبختی و شخصی که به افغانستان بدبخت ساخته کیست آیا دولت افغانستان مردم افغانستان و یا جامعه در ادوار مختلف در طول تاریخ در طول زمانی که میکش 30 سال جنگ است هر کدام به نوبه خود به اصطلاح وطن بدبخت ساخت هر کدام ما مشکل ما دمیست ما همیشه همین دوستا رو می اومدن همه چیزای خوب بگیرن بعد بعدش اعلام بتن چیزی که در جین جامد قابل تطبیق است قابل ستایش است قابلی که منم رو میپذیره با تو سر افتخار میگیره تاریخ سر جور امور رو بپذیرن ولی از ما چی میگیرن از ما همه چیزای خرابش میگیرن فرق میکنم اگر قابل تطبیق نباشه مش میگیرن یا ایست که ما خوبش هم خراب بکنیم میگه دیش گمش که دیگه کم از کم خرابتر شود این به چی مانه ایست در پس کلمه کدام آدم دیگه شده است ما را چخ چخک میکنه که میگه میتونی این کار میتونی بکن شاگرد مکتب جاسوسی مکتب استخبارات دیگه مملکت هستیم یا ایست که ما همی وجدان اوانی را کاملا را بیخی ششته میسام یعنی ما از به صلاح از ضعیفترین طبقه مردم جهان هستیم که به هیچ مملکت مقایسه نمیشیم حتی ما فکر میکنم یک جزایر که در قطب شمال هم باشه در قطب جنوب باشه ممکن سر خاک و سر وطن خود رو برسه ولی که از ما نمیشه متاسفانه استاد چطور امکان دارد که امنیت در افغانستان تامین شود و دیگر مردم افغانستان بسیار خوشتر و زخمی نشوند امنیت تامین میشه به توسط مسئولین تامین میشه به توسط دکاندار تامین نمیشه به حساب لاد جاد چون در افغانستان چون جنگ جیران داره جنگ یک طبقه مردم پیش میبره و در مقابل اون طبقه یک طب دشمن است و مخالف برش میگه هر کسی که میگه با چون جنگ باشه بده یک ما یک تعداد نیروهای حامی داریم که به حساب از قوای مسلح سفر میکنه در مجموع قوای مسلح اردو مثلا پلیس و امنیت میل داریم اینا همین مردم است که پاسبانی زره بکنه و در ضمنش کسی که در راس قدرت قرار داره که با آقای کرزی قرار داره و پایین موارینش و مثلا وزیرا و پاس داره که کدام مسئولیت داره یا یک ما خب میگم یک فیصد چی که میلیون فیصد یا مسئولیت داره پس اگر یا مسئولیت نداره یا الو خوراک برای چی نشستن این پیپسی خورا برای چی نشستن چه که مسئولیت نداره تشکر جنرال صاحب چی فکر میکنید مسئول از دیدگاه شما کی است دولت افغانستان مردم افغانستان یا جامعه جهانی در جوال پیش با جامعه جهانی مسئولیت داره چرا ما را ببین همین جامعه جهانی همین ناتو امریکا ما را به می حالت رسانده ما اردو داشتیم، ما پلیس داشتیم، ما امنیت ملی داشتیم، ما بسالم اداره داشتیم ولی زمانی که طالبا رفتن هیچ یک شما نداشتیم ببین زمانی که طالبا رفتن اشخاص بود، افراد بود ولی کس از پیش کار نگرفت کسانی را آوردن که با اونا تعهدات بسته کردن اونا در جنگ درگیر بودن اون جنگای داخلی در اون شریک بودن دیگه مردم یعنی در این غیر از اینکه حق خود خواسته نمیتونه حق خود برآورده نمیتونه چی داره ولی مردم در این مورد هیچ مسئولیتی نداره به درجه دوم اداره افغانستان درجه اول جامعه جهانی و به درجه دوم جامعه افغانی تشکلات افغانی اداره افغانی در این مورد مسئولیت عمدان داره استاد شما چه فکر میکنید دولت افغانستان در 10 سال که نتونست امنیت مردم افغانستان را تامین کند آیا بعد از این هم میخواد که امنیت مردم افغانستان را تامین کند و یا خواهد تانست فقط ما میخواستم باز دو کپی رابطه ترس کنم یکی ببینید وقتی که ما میگیم جامعه جهانی اینجا اومده مثلا که به جامعه جهانی در کلین مسئولیت کامل داره مثلا ولی متاسفانه مسئولیت عام تام قتل یا قتل یا به اصطلاح قتل شدن یک شاخ درخت افغانستان در دوش سیاست بعد از داشت این نقطه ای که حکومت افغانستان سلط یک نان خوردن خام نداره بدنارش یک گپ حساب فلهاز اگر من میگم کار بره او بدره غلام خوشدی
غلام خوشی دمی فرمی هم 99 فیصد غلام شدیم 1 فیصد صدای غلامی تا خوبه کش بیسم بله ببینید این مسئله است دوم آن که وقتی که صلاحات را مثلا فرض میکنم مثلا حکومت افغانستان با وده گرفته دولت افغانستان این رو با وده گرفته که ما صلاحات امنیتی خود خود ما بادش میگیریم فلحاظ حال این مردم خدا کنه که شپاش ننگ بکنه که واقعی یعنی غیرت بکنه که وطن آرام کنه تشکر مهمانان گرامی از حضورتان در برنامه بینندگان محترم تشکر از شما هم تا برنامه بعد شما را بر لایک تا می سپارم